سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست. آقای ربیعی به دولت آمریکا هم توصیه کرد به جای دروغ پردازی و شکل دادن یک عملیات روانی در حاشیه سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی منتظر نتایج بررسی ها باشند. علکی حساسیت و در حال شایعه درست نکنن دوستانمون که در فضای مجازی هستن و خیلی ما سابقه خیلی زیاد داریم، چقدر مجاهدین خلق توی عربستان سعودی، چقدر اکانت های مختلف این روزا در کارن که بیان این شایعات رو بچرخونن و هم کام مردم رو تلخ کنن، هم نمک بپاشن به زخم این خانواده. میخوان جوی که الان به وجود اومده و جو شادی که ما توانستیم بعد از 70 سال یک اقدامی رو انجام بدیم که هیچ دولت مردی، هیچ جریان قوی، هیچ ارتشی در دنیا نتوانسته این چنین پوزه امریکایی ها رو به زمین بزنه، میخواهند این رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین با یک نگاهی به رسانه ها در طول تقریبا مثلا 2-3 سال گذشته متوجه میشیم که به خصوص تیم آقای ترامپ چقدر برای اینکه بتوانند خودشون رو از افتضاحات و مشکلاتی که برای امریکا ایجاد کردند فراری بدن، دروغ‌های بسیار بسیار شدید و زیادی رو گفتن که به یه شکلی هم رسانه‌ها به اون پرداختن. It's a very responsible statement. And then towards the end of the statement, first of all, it apologizes to the families for the human error. It asks for an investigation to find those responsible, to ensure, to prevent future errors. And then it asks IRGC officials, specifically says IRGC officials, to go on state TV, on national TV, and explain the details to the Iranian people. All of this was unprecedented. It was frankly unexpected. But I think it adds to this image of a more transparent and basically good governance after a week of this confusion and basically tragedy of a human error. The IRGC came out and took responsibility, kind of shockingly actually. It's not something they typically do. They're not an organization that is known for accountability, for taking responsibility. And they did that for a change, saying that you know they had downed the airliner accidentally and they tried to take responsibility. خانم فصیحی، این اطلاعات که گویا رئیس جمهوری ایران تا آستانه استعفا هم پیش رفته چطور در اختیار شما قرار گرفت؟ خب به هر حال من سال هاست که در مورد ایران خبر تهیه میکنم و ما منابعی داریم که با ما این اتفاقاتی که در اون 3 روز گذشت رو با ما در میون گذاشتند و اطلاعات دادند. در ضمن همونطور که خودتون میگید، آقای روحانی و هم سخنگویشون آقای ربیعی هم گفته بودند در اطلاعیه که آقای روحانی صادر کردند، خودشون گفتند که من تا چند ساعت پیش، یعنی صبح شنبه، اینو گفتن تا جمعه نمیدونستم. و این واقعا یک اعتراف خارق العاده است که رئیس جمهور یک کشور اطلاع نداشته باشه از اینکه هواپیمای مسافربری رو شلیک کردن، 176 نفر کشته شدن و این مسئله پنهان بمونه، هم از مردم، هم از دنیا، هم از بازماندگان و هم از رئیس جمهور و دولت. ما احساسمون این که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس مونه. البته احساس بیشتر از احساس، اویدنس هم داره. ببینید، من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند و خیلی رو که دیگه الان چون که خیلی پیچیده و بارها نوشتیم به اصطلاح چیزم کردیم، یعنی توی همین صفحه های بچه های عرض بزرگتون که میخواستم بزنم و بنزن گردن آمریکا. کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام دادم قبلا.
دفاعشون چی هست؟ اصلا خودشون اینو میگن. میگن اگر این هواپیما نمی افتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق می افتاد، آمریکا حمله می کرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بود. ما می خواهیم از یک جنگ بزرگ با یک جنگ جلوگیری کنیم. این تنها راه ماست. باید غافلگیر می کردیم، باید دشمن را فریب می دادیم و باید برای واکنش متقابل آماده می شدیم. ما بازی جنگمان را تا آخر پیش بردیم. اینجا میدانی نبود که ما فکر کنیم می زنیم تمام می شن. شما به جای ما بنشینید، بگویید پایگاه آمریکا را می زنم. او گفته 52 نقطه. او عکس العمل نشان می دهد. شما چه می کنید؟ او دوباره چه می کنه؟ این رفت و برگشت ها آیا به گسترش دامنه یا به کنترل تصاعد؟ شما چگونه باید کنترل تصاعد انجام بدهید؟ وقتی در یک جنگ ناشناخته قدم برمی‌دارید. ماییم که می‌دانیم آنها به هر جنایتی توانا هستند. ماییم که می‌دانیم آنها، بله آنها، آن سرداران فاسد و روحانیون جنایتکار برای حفظ حکومتشان به هر جنایتی دست می‌زنند. آنها برای حفظ حکومت خود حتی به مسافران یک هواپیمای مسافربری هم رحم نمی‌کنند.